عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل، 16 آبان 1402 برابر با 7 نوامبر 2023 اتاق 6 ساعت و نیمه برگزار شده بود. آقای مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان مهمان اصلی این اتاق بودن. ایشون روشنفکر دینی هم هستن، چون نظراتشون نسبت به اون سالهایی که سردبیر کیهان بودن بسیار تغییر کرده. یک ویدئوی 2 ساعته حدوداً براتون آماده کرده بودم و توی کانال اولم گذاشتم. صحبت‌های آقای نصیری با جمشید برزگر هستش در ارتباط با نگاه اسلام به زن و کلاً نقش اسلام در زندگی ایرانی‌ها، مخصوصاً در ایران آینده. آقای فرج سرکوهی آمدن توی این اتاق و صحبت و مناظره به قول معروف چرخید بین آقای سرکوهی و آقای مهدی نصیری. صحبت ها بسیار جالب بود. یه سری از ایراداتی که آقای سرکوهی از صحبت های آقای نصیری گرفتن بسیار درست بود و خلاصه بحث های خیلی جالبی شد. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. دوستان که در ایران هستن لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. دوستانی هم که در خارج هستن در صورت تمایلشون میتونن روی گزینه تانکس کلیک بکنن و کانال رو به هر مقدار که دوست داشته باشن حمایت مالی بکنن. زنده باد ایران و ایرانی با شرف. لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا این دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. قربونتون برم، دم همتون گرم. مد پایانی اتاق هستش. خوب در جریان صحبتش شاید قرار نگرفته باشید چون به هر حال تازه تشریف آوردید، اما نظرتون رو در مورد تاپیک موضوع میشنویم اگر ما خدمتتون هست. بله، من یه لحظه اجازه بدین، ببخشید الان صدای من میاد؟ بله بفرمایید. بله، من سلام میکنم به همه کسانی که در اتاق هستن و لابد من متاسفانه امروز باز یک سفر کوتاه میکردم نرسیدم به اتاق بیام، بنابراین الان هم دیگه وقت شما رو نمیگیرم با حرف زدن، چون حتما همه حرفا زده شده و هر چی من بگم دیگه تکراری هست و تکرارم ملال آوره به قول معروف. من نیومد بودم که حرف بزنم، وارد اتاق شدم که گوش بدم، بعد نمیدونم چرا جزء استیج رفتم. اما چون به هر حال دیوست کسی آخر اتاق میاد دیگه لازم نیست حرف بزنه برای که حرف زده شده. من فقط بخشی از بحث بین اونم نه همه رو، بخشی از بحث بین آقای نصیری و آقای جمشید آقای برزگر رو شنیدم و میتونم در این باره نظر بدم، چون در بقیه چیزا نشنیدم و فکر نمی کنم این موضوع اصلی اتاق شما باشه اگه من حرفی بزنم. نمیدونم که حالا به اصطلاح ادامه بدم یا همینجا متوقف بشم. نه خواهش میکنم، بفهمید. ببینین، اون بحث اساسی، بحث آخرین صحبتی که شد که خشونت علیه زنان گفتن در همه ادیان هست، این درست هست در متون مقدس، در خود داستان ها، اصلا شما هر کدوم از ادیان دین ها رو نگاه کنین، حالا هر کدوم، من همه رو نمیشناسم ولی اونایی که میشناسیم لااقل، خب مثلا زنان در دو هستن دیگه، این یه واقعیتیه و اصولا هم، ولی این فقط در دین ها نیست، این در فرهنگ پدرسالاری هستش. در جوابی هم که ادیان ابراهیمی نداشتن اینجوری بوده. در واقع میتونیم بگیم دین ها تقویت کردند این رو، ریشه های به اصطلاح، حالا اینجا جای بحثش، آخر شب هم از شما خسته هستین، ریشه های فرهنگ مردسالاری و ستم بر زنان و تبعیض به ما قبل ادیان برمیگرده. حالا در برخی تمدن ها خیلی شدید بوده، مثل تمدن بین النهرین که ایران هم جزء تمدن، ایران خیلی خیلی قدیم هم ایلام و انشان و ایران تمدن بین النهرینی محسوب میشه دیگه. در بعضی مثلا مثل یونان عهد عتیق کمتر بوده، ولی خب همیشه بوده و این برمیگرده به خیلی تحلیل هایی که مردم شناس ها کردن که از کجا شروع شده، شکل‌گیری طبقات، شکل‌گیری مالکیت، مسئله ارث، این که به اصطلاح ارث باید به فرزند منتقل بشه و خب به اصطلاح مسئله چند همسری، تک همسری، نمیدونم اینا،
واقعا خیلی خیلی اگه ما من میدونم در جمهوری اسلامی الان مسئله دین هست، یا لااقل برداشتی از دین که حاکمیت حکومت میکنه، اما خب همش دین نیست، در سنت های ملی ما هم هست و اصولا در اعماق بشریت هست. به همین جهت یکی از متفکرین میگوید که جنگ زنان برای برابری یک جنگی است که از آغاز تاریخ آغاز شده، چون ستم بر اونها هم از آغاز تاریخ آغاز شده و جنگ سختی هم هست، برای که در این جنگ زنان باید با دین یا قرارداد رسمی یا دین تاریخی بجنگند، هم با فرهنگ مردسالاری بجنگند، هم با شکلی از مالکیت بجنگند که به مالکیت بر بدن زن هم بس پیدا کرده، هم با استبداد باید بجنگند. یعنی در واقع و به همین دلیل هم هستش که برخی میگویند معیار آزادی جامعه و آزادی زنان هست، وضعیت هست، این هست در تاریخ. حالا متأسفانه آقای نصیری، این بخش من حرفم اینجا تموم شد. بعد دو نکته داشتم درباره حرف آقای نصیری که متأسفانه چی رفتن دیگه نمیگم. خب پس هیچ، یه نکته بود که گفتن که دین ستیزی، کاریکاتور شارلی ابدو رو مثال دادن. کاریکاتور شارلی ابدو مصداق دین ستیزی نیست، مصداق خلق هنری است. حالا دیگه چون نیستن بحثشون نمیکنه. خیلی ممنون و تشکر، دیگه وقت شما رو نمیگیرم بیش از این. اگر آقای نصیری می بود وقت راجع به اون بحثی هم که بین شما آقای بازگر شده بود نظرم میگفتم، ولی چون نیستن دیگه فکر کنم کافی نیست. تشکر. ممنون. البته آقای سرکوهی خواهش میکنم اگر موضوعی هستش که، چون به هر حال ما همه شاهد این صحبت ها بودیم، اگر فکر میکنید که مورد استفاده شنوندگان قرار میگیره بشنویم خوشحال میشیم. آقای نصیری هم شاید ضبط اتاق رو گوش کنن. نه ببینید، اون بحث دیگری است. بحث اینه که در واقع بحثیست درباره این که آیا تفسیرهای، حالا اسم خودشون میگن نواندیش، من میگم رفرمیست، تفسیرهای رفرمیستی از متون دینی برای که افرادی که اصلا میگن به ما مهم نیست برای ما که دین چه گفته در چه موردی، ما میخوایم جامعه رو بر اساس دموکراسی و همون سکولار که میگیم، یعنی قوانین رو نه بر اساس متون مقدس، حالا با هر تفسیری، بلکه بر اساس به اصطلاح حقوق طبیعی آدمی، اعلامیه حقوق که بخشش در اعلامیه حقوق بشر مندرج هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم. وقتی یک کسی این رو میگه من خودم هم همین نظر رو دارم، دیگه براش مهم نیست که شما چه تفسیری از دین داری. خب داشته باش، برای خودت هر تفسیری میخوای از دین داشته باش. اصلا من که نمیخوام تفسیرهای مختلف از دین رو مبنای قانون گذاری قرار بدم. من میخوام حقوق طبیعی آدمی رو، اون حقوق خدشه ناپذیر آدمی رو مبنای قانون گذاری قرار بدم، بعد رأی اکثریت، دموکراسی و اینا. اینجا اون بحث تفسیرهای گوناگون، اینجا حق به بازیار نسبت نداره، اما یه جایی اهمیت پیدا میکنه و اونی است که بخشی از جامعه دین دارن. من در مورد ایران دارم صحبت میکنم. اون تجربه مسیحیت اروپایی رو هم از سر نگذروندن که چندین قرن در تلاطمات اجتماعی به اصطلاح تحول پیدا کرده، برداشت از دین. برای اون بخش این بحث مهم میشه، برای اون بخش، چون اون بخش گیرش این هستش که من با هر چیزی، اون بخش نظرش این هست که من چیزی مغایر دینمو نمیپذیرم و دین منم مثلا قرآن هست. برای اون بخش او به هر حال دنبال تفسیرهای مختلف میگرده، به دلیل اینکه همونطور که آقای بازگر هم گفت متون دینی مثل متون ادبی هم تفسیر پذیرن، نوعی تنظیم شدن که تفسیر پذیرن، بخشی شعره، بخشی اسطوره است، حالا نمیخوام وارد بحث بشم. بنابراین برای اون بخش اونها همیشه دنبال تفسیر دین میگردن، چون خود دین که در دسترس نیست، خود خدا که در دسترس نیست، خود محمد هم در دسترس نیست، عیسی هم در دسترس نیست، موسی هم در دسترس نیست. متن‌هایی هست، حالا ما میدونیم که این متن‌ها در طول تاریخ نوشته شده، اینجوری نبوده که وحی شده. خود قرآن مثلا بخش مهمش در دوره عباسیان نوشته شده، اینا حالا هرچی، اما اون که باور داره این متن مقدسه و در وحی شده،
او که این حرف ما رو قبول نمی کنه که. لذا او دنبال تفسیر وحی می گرده. بعد وقتی این تفسیرهای متفاوت معنا پیدا می کنن در اون بحث. برای ما معنا ندارن. ولی اون نسبت ندارن. اونجا معنا پیدا می کنن. و کسانی هر کسی هر تفسیر رو قبول میکنه وقت او در موضع سیاسیش هم موثره. حتی در یک جامعه سکولار که دین مبنا نیست، اینطوری نیستش که تفسیرهای متفاوت در دین در سیاست اثر ندارد. افراد وقتی میرن رأی میدن در همین آلمان، فرانسه، هر جایی به حزبها، اونایی که دینی هستن نگاه میکنن که برنامه حزبها چقدر با برداشتشون از دین منطبقه. مثلا حزبی که میگه حق سخت جنین، حق زن بر بدن خود، معمولا اونایی که به کاتولیک هستن، کاتولیک معتقد ها به کلیسا میرن بهش رأی نمیدن، پروتستان ها میدن. چرا بهش رأی نمیدن به همچه حزبی؟ برای که یک برداشتی از دین دارن که بله در مثلا با اصطلاح سخت جنین مخالف اون برداشت. لذا اونجایی بحث مهم میشه بین اونهایی که باورمندن، چون حتی در جوامع کاملا دموکراتیک هم سکولار به هنگام رأی دادن اون باورها اون پشت عمل میکنه، نه در مورد منهای بحثگر عمل نمیکنه، ولی که اون که عضو کلیسای کاتولیک هست، عضوه که میره مالیات میده و معتقده و باورمنده و به حرف پاپ اعتقاد داره و معتقده تفسیر پاپ درسته، اون به یه حزب مثلا مدافع چیز رأی نمیده. به همین جهت همین اختلافی که شما بین پروتستان ها و کاتولیک ها میبینین در آراء سیاسی در دموکراسی ها موثره. مثلا فرض کنید در پروتستانی، حالا در آلمان کلیسای لوتری رو میگم، قبول کرده که ازدواج همجنسگرایان قبول، همجنسگرایان هم میتوانند مثلا کشیش بشن، میتوانند تعمید پیدا کنند. اینا کلیسای کاتولیک این قبول نداره یا بخشی از اون. بعد احزاب برنامه های گوناگون دارن در این مورد و طبیعی که در اون آدمی که میره رأی میده موثره. لذا اینجا دو تا به اصطلاح عرصه جداگانه است. یه عرصه ای که اندیشه سکولاره، اون میگه اصلا من برای مهم نیست که شما چه تفسیری از دین داری، برای که اصلا من نمیخوام دین و مبنای قانونگذاری قرار بدم. حالا اصلا تفسیر خوب شما را هم نمیخوام مبنای قانونگذاری قرار بدم. من حقوق طبیعی آدم ها، حقوق بشر، رأی اکثریت، دموکراسی، سکولار میخوام مبنام. برای اون که دین باوره خب این تأثیر داره. اما اگه آقای نصیری بودن من دو نکته میگفتم. یکی این که ایشون گفتن که خیلی از فقها به حکومت عرفی باور دارن. این رو مردام نواندیشان مذهبی به ما میگن. به نظر من این واقعیت نداره. خیلی از عرفا به حکومت، ببخشید، خیلی از فقها به حکومت دینی معتقد نیستن. اینو درست میگن. اما شما یک فقیه پیدا کن که بگه که قوانین مغایر با اسلام هم قبوله. اونجا شوخی هیچ کدومشون، هم سیستان، هر کسی که مثال میزنن، خویی، اینا، همشون، اونا توقعشون این هست که قوانین مغایر با اسلام نباشد. نمیگن حکومت دینی باشه ها در اصل غیبت، اما میگن که باشه حکومت حالا عرفی باشه اما قوانین مغایر با اسلام تصویب نکنیم. این شورای نگهبان خب در قانون مشروطه هم گنجوندن دیگه. به چه دلیل؟ میگن مجلس قانونی تصویب نکنه که مغایر با اسلام باشه، مبانی اسلام. اون وقت این خیلی خطرناکه، چون شما به مجرد که به این اعتقاد پیدا کردی، خب این سوال براتون مطرحه که کی تشخیص میده که قانونی که اکثریت مجلس بهش رأی داده مغایر با اسلام هست یا نیست؟ طبیعتا اون آدم منای بازگر نیستیم، اون متخصص دین هست، یعنی فقیه هست. این بنابراین من همیشه وقتی این رو اندیشان من دینی میگن بله نه اینجوری نیست، ما خیلی از وقتها معتقد نیستن، به عرفی معتقدن، بلافاصله این سوال مطرح میکنم خب باشه بین اینا یه فقیه رو مثال بزنین که بگه تصویب قوانین مغایر با مبانی اسلام هم اشکالی ندارد، چون این فقیه وجود نداره. من تا حالا من ندیدم. حالا میگم این بحث دیگه چیز هست به اصطلاح خارج از اتاق هست،
چون گفتین بگم بگم. خیلی ممنون و تشکر که من با وجود در واقع اتاق نبودم دیر آمدم اجازه صحبت دادیم. یک پرسشی مونده برای از پرس سری پرسش های اتاق. اگر آقای برزگر نصر انجام ببخشید، آقای نصیری تشریف آوردن، سلام هم میکنم به آقای من به آقای سرکوی سلام عرض نکرد، سلام میکنم آقای سرکوی. آقای نصیری تشریف آوردن، اگر که آقای سرکوی صحبتی رو میخواستن ارائه بدن بفهمید. بفهمید آقای سرکوی. من سلام میکنم با آقای نصیری چون به اتاق سلام کردم، حالا صدای من میشنون ایشون. بله جناب آقای سرکوی، منم سلام و نمیدونم من مشکل فیلتر شکن پیدا کردم، قطع شدم، بالاخره تلاش کردم. آره شانس آوردیم. بعد از فیلتر شکن تشکر کنید که موقع حرف زدن من شما رو چیز کرد. از زحمت شنیدن حرفای من راه شدید، ولی حالا ما میخوام علیه فیلتر شکن حرف بزنیم چون من در اتاق نبودم، معمولا در این اتاق شرکت میکنم، اما امشب در راه بودم، باید کسی رو میبردم بیمارستان اینا، خیلی دیر رسیدم، نمیخواستم من بیام صحبت کنم، میخواستم گوش بدم، نمیدونم چرا در استیج بودم. حالا برای تشکر به منم اجازه صحبت. حالا حتما استفاده میکنیم از فرمایش. آره من اتفاقا گفتم که خیلی ممنون، من صحبتی ندارم، مدیران اتاق بودن، حالا اگه حرفی هم داری بزن. گفتم حالا اگه آقای نصیری بودن من سه چهار تا نکته داشتم میگفتم، ولی حالا که رفتن بی فایده است گفتن اونا. یکی دو تاشم به من گفتن بگو، من تا من خیلی کوتاه گفتم، اونا رو میگم الان. این اول حرفم تکراری است ولی مجبورم بگم که چون برای اتاق گفتم. یکی که من گفتم که این تبعیض علیه زنان فقط به ادیان نیست، این برمیگرده به خیلی دلایل دیگه، اصلا از دورانی که مالکیت به وجود آمده شروع شده، برمیگرده به مسئله ارث، برمیگرده به خیلی چیزای دیگه، اما دین ها تقویتش کردن تبعیض علیه زنان رو. و به همین دلیل هم زن ها واقعا برای که در مبارزه خودشون برای برابری، حالا یا مرد هایی هم که به این معتقدن، یک راه بسیار دشواری در پیش دارن، هم باید با دین ها یا لااقل با دین تاریخی، دین های موجود در تاریخ مبارزه کنن، حالا اصل دین که ما نمیدونیم، هم با فرهنگ مردسالاری که مبارزه کنن، هم با شکلی از مالکیت باید مبارزه کنن، هم با مسئله ارث باید مبارزه کنن، هم با استبداد، با خیلی چیزا مبارزه باید بکنن، و وگرنه تبعیض از بین نمیره. و به همین دلیل هم میگن که معیار آزادی یک جامعه آزادی زنان هست، چون زنان کسانی هستند که برای رهایی از تبعیض باید بسیاری از تبعیضهایی که بر بشریت هم روا میشه از بین ببرن، تا مثلا رهایی، یعنی با رهایی خودشون جامعه رو هم رها میکنن. اما خب حالا این نکته فکر کنم دوستان زیاد دربارش بحث کردن، من بحث نمیکنم. من بعد گفتم دو نکته حاشیه‌ای است که مستقیم به اتاق ارتباط نداره. یکی بحثی که من بخشی از بحث بین شما و آقای برزگر رو شنیدم، من گفتم ببینید این در واقع دو بحث هست در دو عرصه متفاوت، به قول شما دو ساحت متفاوت. برای کسی که سکولار هست و میگه که آقا من میخوام قوانین رو و مدیریت جامعه رو بر اساس حقوق طبیعی آدمی که بخشش در اعلامیه حقوق بشر آمده و خدش ناپذیر و سلب نشدنی هست و انسان او رو داره به این دلیل که انسان است، به ماهو و انسان به قول منطق این قدیم این حقوق رو داره و خدش ناپذیر و سلب نشدنی است، برای اون قوانین تنظیم کنم. اینجا دیگه برای چنین آدمی، منم همین نظر رو دارم البته، مهم نیست که اصلا چه تفسیرهای از دین وجود داره. اون میگه هر تفسیری که شما میخواین برین از دین بکنین، من که اصلا هیچ تفسیری نمیخوام مبنای قانون گذاری قرار بدم، نه تفسیر نواندیشو نه تفسیر کهنه اندیشو، من اصلا برام اصلا دین مبنای قانون گذاری مدیریت نیست، حالا بنابراین تفسیرهای مهمش برای من اصلا مهم نیست. اونجور آدم طبیعتا این بحث رو به صورت با معنا نمیبینه. اما من اینو گفتم که بخش از جامعه دین باوره، اونی که دین باوره و معتقده که نمیخواد که چیزی مغایر با دینش انجام بده یا مجبور به انجام امری مغایر با دینش بشه، اون مدام دنبال تفسیر دینه. چرا؟ چون همه متون دینی تفسیر پذیرن. حالا دلایلش از نظر شما که دین دارین یک چیزه، دلایلش از نظر من مثلا اینه که خب اینا در طول تاریخ نوشته شدن، بخشی از قرآن مثلا در دوره عباسی نوشته شده، نمیخوام وارد این بحث بشم، بخشیش اسطوره است، بخشیش شعره، به هر حال
نتیجتاً به هر حال، به هر دلیلی، حتی به دلیلی که شما بگین، هر دلیلی که شما بگین، به هر حال تفسیر پذیرن متون دینی، مثل آثار هنری هستند. خب این در نتیجه دیندار همیشه دنبال تفسیر دین هست، چاره ای نداره، چون خود اون به اصطلاح صاحب وحی که خدا باشه در دسترس نیست. اون بعد از به نظر مسلمان ها بعد از تماس با محمد دیگه تماس با بشریت قطع کرده. حالا البته عرفا هم میدونم معتقدن که این تماس قطع نشد و این چیزا رو یکم خوندم. خب این همیشه دنبال تفسیر متن مقدس هست، تفسیر وحی هست، و طبیعتا تفسیر یعنی این که عقل من، یعنی تفسیر یعنی اون به اصطلاح اون چه که عقل من میگه، در واقع اون چه که عقل شما میگه. یا تفسیر و تعبیل، همیشه تفسیر و تعبیل کسی است که تفسیر و تعبیل میکنه، بلذا هیچ دلیلی منطقی وجود نداره که تفسیر و تعبیل همان حرف خداست. نه، یعنی حتی اگر فرض کنیم که اون وحیه، هیچ دلیل منطقی کسی نمیتونه بیاره موجه بکنه که مال من حرف خداست. نه، چرا؟ چون در واقع حرف شماست، یعنی شما چون این چیزی، شما فکر میکنین که خدا چون این چیزی گفته است. خب اما دیندار همیشه بالاخره دنبال تفسیره. اون وقت مشکل این میشود، یا مشکل هم نه، وضعیت این میشود که آدم دیندار حتی در یک جامعه سکولار، منظورم از آدم دیندار یعنی آدمی مقید به دین، مثلا اون کسی که کاتولیکه و یک شنبه هم به کلیسا میره و آداب مذهبی هم انجام میده، او موقع رأی دادن در همین آلمان در همه جوامع سکولار باورهای دینیشو در نظر میگیره که ما بخوایم که نخوایم. ما در مثلا رأی دادن، مثالی که زدم، مثلا بعضی احزاب هستن اینجا میگن صدق جنین حق زن بر بدن خودش، زن حق داره صدق جنین بکنه، کلیسای کاتولیک با این مخالفه، پروتستان ها با این کلیسای لوتری با این مخالف نیست، یعنی تفسیرهای مختلف دین است. ولذا بالاخره اون کاتولیک در همین جامعه سکولار آلمان وقتی میره رأی میده، معمولا به حزبی رأی میده که نیاد بگه سخت جنین سخت جنین سخت جنین، چون اون باور دینیش در رأیش تأثیر داره. چون چنینه، بحث تفسیرهای دین وقت معنا پیدا میکنه برای اون کسی که به دنبال به اصطلاح در تصمیم گیری های سیاسیش تفسیرش از دین در نظر میگیره، یعنی باورش در نظر میگیره. اونجاست که بله، شما میتونید بیاین ببینین آقا چون این نیست، مثلا عیسی با ازدواج همجنسگرایان مخالف نبوده، کلیسا لوتری میگه، و او رو قانع بکنید، یه تفسیر نوعی بهش بدین. این اونجا بحث شما معنا پیدا میکنه. اما من دو تا نکته گفتم، یکی اینکه اون که فرمودین که دین ستیزی، گفتین کاریکاتور شارلی ابدو دین ستیزی، اصلا نیست آقای نصیری. کاریکاتور شارلی ابدو اثر هنری است، عرف جامعه هم همین قبول داره، اصلا دین ستیزی نیست. شما میگین نقد دین آزاد، یه مشکلی مسلمان ها دارن که همیشه میگن نقد دین آزاد، اما با بازآفرینی خلاقی دین و شخصیت های دینی و تاریخ دین در آثار هنری به شدت مخالفه. یعنی مثلا همون بحث یک گوشه کتاب سلمان رشدی، کتاب تحقیقی و تفصیلی، اصلا کتاب درباره دین هم نیست، تم اصلی آیات شیطانی جامعه انگلیس در دوران مارگرت تاچر و وضعیت مهاجران. اما خب گوشه ای از اون برگشت یک تفسیری ارائه داده از همون آیات به اصطلاح قرابین که میگین بهشون شفاعت کن فلان. این یعنی در واقع یک چهره دیگری ساخته، متفاوتی ساخته از محمد و وضعیت اول اصلاح صدر اسلام از تاریخ رسمی که مسلمان ها میگن. در واقع چیکار کرده؟ تاریخ رو بازآفرینی هنری کرده، یک اثر تاریخی نیست. هنرمندان غربی همیشه در طول تاریخ این کار کردن و عیبی هم نداشته، یعنی اینها مثلا آثاری آفریدن که مثلا یک چهره از مسیح باز آفرینی کردن در آثار هنریشون که با تاریخ رسمی کلیسا مغایرت داشته. شاهکار نوبل هم گرفتن، مثلا شما اون مسیح باز مصلوب مال چیز جمچید اسمش یک نوبل هم گرفت، نویسنده یونانی. فیلمی هم که ساختن نیکلاس کازانتاکیس، کازانتاکیس. پاپم خیلی ناراحت بود، اعلامی هم علیه کتابه داد.
چون مسیر در حال عشق بازی با یک حالا چی میگن تن فروش روسوی فاجال هرچی کس میشنه که همون مریم عذراست. اما خب این یک بازآفرینی خلاق، بازآفرینی توجه میکنه هرزم که در هنر ما بازآفرینی میکنیم، ما کتاب تاریخی نمیخوایم بنویسیم. یا این مشکل شما با نقاشی هم دارین، حالا نمیخوام تو تاریخ میدونین که چهره محمد شما اجازه ندارین تصویر کنین، مسیح یا اصلا نقاشی که از وسائل تبلیغی دینشون بوده، اینا رو نمیخوام وارد بحثش بشم. میخوام عرض کنم خدمت شما که بازآفرین در واقع هنرمندانی مسلمان اجازه ندارند که شخصیت‌های دینی سطر دین رو و تاریخ دین رو متفاوت با چیز رسمی بازآفرینی کنن، در حالی که اساس هنر بازآفرینی خلاقانه است. یعنی شما بازآفرینی میکنی یه چیزی رو و یه تصویر دیگری میدی که وجود نداره. اینجا این دین ستیزی نیست. مسئله اینجا مطرح میشه که خب بله، ولی این کاریکاتور یه در آزرده، اینجا درسته آزار داده یه در، اما مگه قرآن همه مسیحی‌ها رو آزار نمیده وقتی میگه کتاب شما جعلیه؟ فکر میکنیم مثلا مسیحی‌ها خیلی خوشحالند، مسیحی‌ها معتقد که مسلمان ها بهشون میگن کتاب شما جعلیه، خیلی آزار میبینن. اگه مثلا یکی بیاد به این مسلمان بگه این قرآن جعلیه، این آیاتش مثلا توش دست برده شده، خب شما همینه به مسیحی‌ها میگید دیگه، به یهودی‌ها هم همینه میگین، به زرتشتی‌ها هم همینه، به همه دین‌ها همینه میگین. لذا این مسئله آزار مبنا نیست، چون این هست دیگه بالاخره. حالا من خواستم اولا این موضوع بحث این اتاق یه موقع اتفاقا خوب در باش بحث کنیم که چه چیزی دین ستیزی هست، چه چیزی نقد دین هست، چه چیزی بازآفرینی تاریخ دین در آثار هنری ادبی است. این سه تا کاملا با هم فرق داره. این که شما گفتین شالیاب دین ستیزی، نه چه دین ستیزی، یارو شما مجله رو نگاه کنین، کاریکاتور همه رو میکشیده، حالا از جمله یه بارم کاریکاتور محمد کشیده، مسیح صد هزار بار کشیده، نمی دونم موسی همه رو. لذا این نیست. اما یه نکته دیگه هم گفتین، من گفتم پشت سرتون، شما فرمودین که خیلی از فقها یا اکثریتی از فقهای بزرگ حکومت عرفی رو قبول دارن، به ولایت فقیه قائل نیستن. درست میفرمایین، منم آشنا هستم با آثار بحثشون. اما یه مشکلی هم اینجا وجود داره که دوستان معمولا از اون رو دور بیزنن. شما یه فقیه رو سراغ دارین که از همین فقهایی که به حکومت عرفی معتقدن در اصل غیبت و حتی فقهای سنی حالی که اونجا دیگه بحث اصل غیبت هم مطرح نیست، که بگوید اگر جامعه یک قانونی مغایر با مبانی اسلام تصویب، با مبانی اسلام تصویب بکنه، عیبی نداره و مباح است و اشکالی نداره. من چون این فقیه تا حالا ندیدم. یعنی در واقع در همه فقهایی که شما بهشون اشاره میکنین این توقع رو دیدم، این انتظار رو دیدم که باشه حکومت عرفی باشه، ما هم نمیخوایم حکومت بکنیم، اینا ایناش درسته، اما قوانینی مغایر با مبانی اسلام تصویب نکنه. حالا این مبانی اسلام چی هست؟ بحث روشون هست ها. چه چیزی جز مبانی است، چه چیزایی جز مبانی نیست. و این دلیل اون شورای فقهایی است که در قانون اساسی مشروطه گنجوندن دیگه. یعنی خب شما توقعتون این باشه که مغایره با قوانینه مبانی با مبانی اسلام قانونی تصویب نشه، در واقع بلافاصله این سوال مطرحه که کی اینو تشخیص میده. خب طبیعتاً مرجع تشخیصی باید کسی باشه که مبانی اسلام رو بشناسه یا جامعه قبول کرده باشه که اون مبانی اسلام رو بشناسه، یعنی یه فقیه. من همجد در مشروطم پنج یا چند تا بوده، الان عددش یادم نیست، با سیستم خاصی بالاخره انتخاب میشدن، حق وتو داشتن، بخشی از شورای نگهبان هم همینه دیگه، حق به تو داره دیگه. اینجا مشکل هست. من خیلی از نواندشیان دینی هم دیدم که یه همچی حرفی رو زمینی میزنن اگه پای بحث سریعش مثلا بیاد. آیا شما قبول دارین که قوانین مغایر با قوانین با مبانی اسلام تصویب بشه و این اجرا بشه و هیچ اشکالی نداشته باشه؟
میتونه آدم با اون مخالف باشه با اون قانونا. ببین بسیار قوانین تصویب میشه در پارلمانهای دموکراتیک که احزاب اقلیت باش مخالفن، خب میرن با مردم صحبت میکنن، میگن آقا قانون بده از چه اگه دفعه دیگه رأی آوردن خب میرن یه قانون جدید مینویسن. اما آیا همین برخورد هست یا نه؟ اینم یه مشکلی است که باز میگم به موضوع اتاق رب نداره، انشاءالله یه بار دیگه با هم دیگه بحث کنیم، که در بین این ایده‌ای که مثلا حکومت عرفی قبول هست از در خیلی از فقها، حالا به هر دلیلی اصل غیبت هست یا هر چی از تفسیرهای متوالی، ولی لذا من تصورم این است این که شما بیان بحث کنید و بگین که آقا این برداشت اسلام که من ارائه میدهم متفاوت است با برداشت خمینی یا هر کسی هستم، حق شماست. وقتی با یه سکولار این بحث رو میکنین اون اصلا برای فرقی نمیکنه، اما برای دین باوران مهمه، یعنی برای بخش از جامعه ما این بحث مهمه که شما میکنید، که من امیدوارم که اون بخش از جامعه که دین باورن واقعا دین باورا، اون ریا و رانت و اینا رو نمیگم، اونها به بحث شما توجه کنن، که البته نمیکنن به این دلیل که ما تو تاریخ اینو دیدیم که دین باورا دین رو از زبان روحانیتشون میشنون نه از زبان روشن فکرا. اگرم پروتستانی تونست موفق بشه، برای که در بدنه روحانیت مسیحی این اتفاق رخ داد، لوتر میدونه خودش استاد بزرگ الهیات بود دیگه، چون عامه مردم ممکنه یه دروشن فکر شما رو بشنون، اما عامه دین باوران دین رو از زمان روحانیت دینشون میشنون. من دین باوران مقید مکلف رو میگم، ولذا تأثیر بحثای شما حد اکثر در یه حدی از مثلا کتابخانان و اینا محدود میشه، متاسفانه. ای کاش میرفت تو عامه دین باوران. و به نظر من اگر هم قرار بشه اصلاح دینی رخ بده در اسلام، باید در روحانیت رخ بده. آیا میده یا نمیده؟ آیا اصولا اسلام میتونه در حد مثلا تطابق و مدرنیته متحول بشه؟ نه، اینا یه بحث هست که جاش این اتاق نیست. و بنابراین در واقع مباحث نواندیشی دینی وقتی برای سکولارا مطرح میشه، برای اونا بی‌معناست یا نسبت نداره، چون برایش اون فرقی نمیکنه. وقتی برای این دین باوران مطرح میشه معنا داره، نسبت داره، اما باید دید که چقدر تأثیر داره بر دین باوران. اگه تأثیر داشته باشه خب بعد دین باور مثلا متحجری رو، از نظر من میگم متحجرا، بدل بکنه به یه دین باوری که برداشت لیبرالتر، انسانیتر، دموکراتیکتری از اسلام داشته باشه، بد نیست. یعنی این خوبیه اگه بتونی این کارو بکنه، ولی آیا میتونی این کارو بکنه یا بحث دیگری. خیلی ممنون، ببخشید مفصل صحبت کردم. سپاس از شما آقای سرکوهی عزیز. من خیلی متشکرم. ببخشید جمشید جان، من میام تو حرفتون رفیقی، میدونم ناراحت نمیشی. آقای نصیری پاسخی نداشتن به من بدن یا انتقادی در واقع پاسخ؟ چرا نه، من که نکته دارم، چون نگفتن، ولی من دو سه نکته دارم راجع به فرمایشات. آقای نصیری من چون دیدم مایک نزدید فکر کردم که صحبتی ندارید، پس آقای برد نه هست من سریع من اگه اجازه بدید آقای نصیری بگن، چون بلد. موضوع بحث باید عوض میشه دیگه، نمیشه برگشت. بفرمایید آقای نصیری شما. بفرمایید آقای. بله بسیار خیلی متشکرم از حضور جناب آقای سرکوهی عزیز و حسن ختام. الان هنوز اتاق ختم نشده ولی ما به حساب حسن ختام میذاریم. ببینید راجبه این که آیا کاریکاتور شارلی ابدو ناقض آزادی بیان هست یا نیست، اون من قابل بحث میدونم، یعنی با بحثش بسته نیست و میشه دفاع کرد، شما هم استدلال آوردید، ولی من حرفم اینه، یعنی پرسشم اینه، حالا ممکنه خیلی قاطعم نباشم، من میگم اگر توی جامعه‌ای که تعداد مسلمان زندگی میکنن، بعضی هاشون هم مسلمان نافهم، یعنی مثلا این حرفی که حالا تو فقه ما هم هست که ساب و نبی دشنام دهنده به پیامبر حکمش قتله، خب در نواندیشی دینی این حرف به کلی رد شده، چون این همه دشنام به پیامبر و امام علی دادن و هیچ کس را بابت دشنام دادن نکشتن. او کسی که میگه ساب و نبی حکمش قتله، راجب ساب امام علی هم همینی میگه، بزرگترین دشنام به امام علی خارجی ابن کعبا تو مسجد داد، گفتش تو مشرکی. کار ندارم. حالا من میخوام بگم توی اون جامعه یک آدم مسلمان نافهم سنی یا شیعه پیدا میشه
و بر سر این میره جان کاریکاتوریست و دوتا مثلا کارمند میگیره. من میخوام ببینم این واقعا ارزش داره یا نداره، لااقل از منظر پراتیک و پراگماتیستی هم به موضوع نگاه کنیم، به نظر من قابل بحثه. حالا مشکل من بیشتر از این زاویه است. راجب این که فرمودید، آیا فقیهی هست که اگر در یک جامعه قانون خلاف دین تصویب بشه بگه عیبی نداره؟ ببینید از این منظر که فقیه بالاخره موضع داره در قبال یک قانونی که در جامعه خودش یا هر جامعه دیگه تصویب میشه، بحثی نیست. بالاخره اگر یه جامعه تصویب کنه سقط جنین مجازه، حالا فقیه ممکن نظرش این باشه که سقط جنین مجاز نیست و حرامه، اون نظر خودشی داره. ولی اون فقهایی که میگن در عصر غیبت حکومت عرفیست، اصلا نمیگن که چون الان در این جامعه سخت جنین تصویب شده ما با این جامعه و با این حکومت مبارزه کنیم و یه حکومت دینی تشکیل بدیم. اینه نمیگن. البته مواردی هست که فقها ممکنه بدون اینکه داعیه تشکیل حکومت داشته باشن از اهرام فشار عرفی یا غیر عرفی استفاده کنم، مثل اینکه زمان شاه مثلا بعضن آقای بروجردی این کارو میکرده، ولی آقای بروجردی مثلا در خیلی از جای دیگه احیانا قوانینی بوده یا تحرکاتی بوده، فعالیتهایی از طرف رژیم پهلوی بوده، مخالفت نمیکنه. آقای سید احمد خونساری میگه اساسا حرام از فقیه برای تشکیل حکومت اقدام کنه. حالا آقای خونساری ممکنه و همه قوانین یک حکومت مثلا مخالف باشه، اما در این حال اجازه کنشگری سیاسی حکومتی نمیده. این که گفتید اصلاح دینی باید در روحانیت رخ بده دقیقا درسته. خب و این که گفتید بر دین باوران تأثیر داره یا نداره، من میخوام بگم قطعا و مصداق ملموسش خود بنده هستم. یعنی مجموعه تحولاتی که در من ظرف چند سال اخیر پیش آمد، جدیترین عاملش تحولات معرفتی بود. فهم من از بسیاری از مسائل اسلامی عوض شد و تحت تاثیر مطالعات و خیلی از استدلالایی که نواندیشان دینی گفتن به نظر من خیلی مؤثره و خیلی از این جهت مفیده. به همین خاطر من اصرار دارم که این مسیر ما واقعا در میان متدینینمون، ولو این که الان اقلیت باشه، این مسیر دنبال کنیم، برای آینده ایران میتونه خیلی مفید باشه. من سپاسگزارم. سپاسگزارم. البته بخشی من میدونم که موضوع اتاقی نیست، بنابراین بحثش میذارم یه وقت دیگه با آقای نصیری. شما میدونم که الان میخواین که موضوع اصلی اتاق مطرح بشه، ولی خب تقصیر من نبوده که این موضوع مطرح شده. ولی من دو سه تا فقط جمله بیشتر نمیگم، دلایل و استدلالات میذارم برای بعد. یکی این که در مورد این گفتید که در یه جامعه هستش تعداد زیادی مسلمانن و اینا سب النبی رو قبول نمی کنن و دست به خشونت می زنن، آیا این درست است که ما این کار بکنیم؟ حتی از نظر حالا نگفتیم پراگماتیستی، فرض کنیم عملگرایانه، مصلحت اندیشانه یا نه. اتفاقا باید این کار کرد، باید این کار کرد، حتی اگه بخوایم جامعه رها بشه. شما فکر کنید این اروپای غربی ها مثلا از روز اول خیلی آدم های مداراگر رو بودن و تساهل داشتن و اجازه می دادن که به مبانی دینشون کسی بیاد ایراد بگیره؟ خود شما که بهتره من تاریخ خوندیم که گالیله رو کشتن، برای گالیله رو کشتن، جوردانو برونو رو آتیش زدن در همین ایتالیای اکنون سکولار، برای که گفته بود که خورشید دور زمین می چرخه و این خلاف کتاب مقدس بود، یا برداشت آقای پاپ از کتاب مقدس. گالیله که دیگه میدونین، فکر میکنین کم آدم کشتن همین اروپای جنگ های 30 ساله مذهبی، تاریخش رو حتما خوندین دیگه، اینجا چقدر خون ریختن بین پروتستان و کاتولیکا. بخشی از کسانی که به آمریکا مهاجرت کردن خود شما میدونین که کسانی بودن که پروتستان بودن یا کالوینیست بودن یا اینا، و اینا واقعا قتل عام شده. داستان قتل عام بارتلمی رو در فرانسه که در یک شب میگویند حالا من 100,000 نفر یا 100,000 نفر آدم کشته شد، خون تو خیابونا جاری شد. یعنی در واقع این بوده، یه عده‌ای بودن که همونطور شما میگین متعصب و چه و چه، و اینها میکشتن، میزدن، زندان میکردن، همه کاری میکردن. یه عده‌ای بودن جان خودشون رو به خطر مینداختن، میمدن این مسائل رو مطرح میکردن و در نتیجه به تدریج جامعه گام به گام از پی بسیاری خشونت ها متاسفانه به مدارا رسید.
مسلمان ها هم باید این پروسه رو طی بکنن. بنابراین اگر ما بیایم از ترس مسلمان ها آثار هنری نابود کنیم، اون وقت یادتون این روحانی رفته بود روم پرده انداخته بودن رو مجسمه ها، اگر این شیوه کثیف کاسب کارانه که پا پیش گرفت رو پیش بگیریم که آثار هنری رو بند پرده بندازیم روش که این آقا آخونده رد میشه نبینده، برای که این آخونده با مجسمه بدن تمام بدن، حالا اسم نمیبرم، مخالفه، بشریت تو غارها زندگی میکرد. شاملو میگه اگر قرار بود آینده را به گذشته باخته باشیم، فلان کس باید تک یاختهی در آبهای قرون میبود. اتفاقا همینه، از پی همین مبارزاته که جامعه به تساهل میرسه. اگر شما هی امتیاز بدی به این متعصبین که جامعه به تساهل نمیرسه، اونا در تعصبشون خوشتر میشن، جامعه هم بیشتر میترسه. ما اینو میتونیم بعدا بحث بکنیم. من البته نمیخوام کسی تشویق بکنم که بره نمیدونم کاریکاتور بکشه و اینا، من بحث اساسی شو میکنم. در مورد مبانی اسلام مثالی که شما زدین سقی کردین، جز مبانی اسلام نیست، جز احکامه. من گفتم مبانی اسلام. به مثال فقط اگر یه پارلمانی تصویب کرد که بت پرستی، بت سازی و بت پرستی و بت کده ساختن و پرستش بت همونقدر آزاده که اسلام و مسجد و اینا، من فکر نکنم که آقای بروجردی یا آقای سیستانی همچین تعامل بکنه. تاریخ به ما نشون داده همه اون مراجعی که شما به عنوان مراجع مثلا عرفی و هرچی میگین مدام به دولت ها تذکر دادن، مثل خود بروجردی، مثل خود سیستانی، و مدام خواستار بودن که مبانی حفظ، مغایر با مبانی رفتار نشه. این میتونیم بعدن با هم دیگه بحث بکنیم. بعد من چون خودم یه موقعی برای نوشتن یه مقاله‌ای در این باره تحقیق کردم، و همینجوری نمیگم رو هوا. بعدش اون مسئله به اصطلاح تأثیرش رو گفتیم که بحثایی من نگفتم نواندشی بیدیم بی تأثیره، حتی گفتم بر دین باوران تأثیر داره و خوبم هست که تأثیر داره و خدا کنه که تأثیر داشته باشه. من که باید خوش من که بعدم نمیاد که کسی از گردن من بزنه بگه نه آقا من شما را تعمل میکنم، این که خیلی خوبه. اما مثالی که زدیم، من گفتم به عامه دین باوران حرف روحانیت میشنوند نه حرف روشن فکران. و شما خودتون مثال زدین، شما که جزء عامه نبودین که آقای نصیری، من که شما میشناسم، شما من میشناسین، شما جزء کسانی بودین به صدا اهل کتاب، اهل مطالعه، نمیدونم در واقع بحث معرف هم موقع هم که کیهان و اینا بود صبح و اینا، بحث معرفت شناسی برای شما بود. شما که عامه مسلمین نیستین، عامه منظورم حالا نمیدونم چه لغتی بگن که بد نباشه، کسانی که میرن ببینن روحانیت چی میگه اونو قبول میکنن. شما اون موقع هم نمیرفتین ببینین روحانیت چی میگه قبول بکنین، که کتاب خونده بودین، درس خونده بودین، فقه خونده بودین، نمیدونم همه اینا. لذا شما مثال خوبی نیستید برای این داستان. اما من نمیگم هیچ تأثیری نداره. چرا داره؟ به خصوص که خود زندگی این تأثیر ایجاد میکنه. یعنی ببینین اون آدمی که الان یک آدم دین باوره به شدت مقید مکلفی که عامه هم هست، فقط میره مسجد ببینه مثلا آخوندش چی میگه یا مرجعش چی میگه، او الان تو خانوادش شکاف ایجاد شده، او الان یه دختری داره که حجاب اجباری قبول نداره، در نتیجه خود واقعیت های زندگی، ببین توده مردم در تجربه زیسته می آموزن نه از طریق کتاب ها، برخلاف شما توده مردم از تجربه زیسته می آموزن، تجربه زیسته از واقعیت های زندگی در میاد. واقعیت های جامعه الان این دین باوران مقید و مکلف رو هم مجبور می کنه که یک چیزی رو بپذیرن، و این اتفاقا یه زمینه است برای نوانشان دینی، من این می فهمم. اما تا وقتی روحانیت نپی بخش از روحانیت به این نپیونده، این تاثیر عمیق نداره. منظورم این بود. من معذرت میخوام به بحث اتاق چیز شد و آقای نصیری دوست دارم، خودش میدونه دوست دارم بایشون کل کل بکنم با خود طلبه ها. خیلی من جمع که جان من عذر میخوام ازت که تو حرفت اومدم واقعا ببخشینا، ولی دیدم خیلی سپاسگزارم جناب آقای سرکوهی عزیز. انشالله توی اتاق دیگه میشه راجع به این موضوع حرف بزنیم و استفاده کنیم. بله بله میگه کلا کلا الان یادم رفت کدومش بود. بله آقای بازگر ببخشید، منم آخه مسجد خان رفتم اونجا آمار مقدمات و اینا رو خوندم آقای نصیر. خیلی ممنون. به هر حال این بحث خب شروع شد، حالا شما هم که اومدید چه بهتر، امیدوارم در اتاق دیگه فرصت بیشتری باشه.
من هم استقبال میکنم، برای همین که میشه اینها رو مطرح کرد و گفت. من فقط برای این که جمله پایانی خودم رو بگم، فقط نظر خودم رو، فرج به اشاره کرد، آقای سرکوی اشاره کرد، من اون رو باز کنم. ببینید، به نظر من اونهایی که در واقع باعث شدن که ما به این مفاهیم برسیم و امروز بپذیریم و شما یه دیندار و من غیر دیندار با هم به این اجماع برسیم، این اشتراک نظر رو داشته باشیم، این توافق رو داشته باشیم که یک حکومت سکولار دموکراتیک به سود همه ماست، هم به سود شماست هم به سود من. عرضبندی این استش که اگر شما به این نتیجه رسیدید، قاعدتا انتظار میره استدلالی که بکنید مبتنی بر اون باشه، همون باشه دیگه. یعنی شما اگر معتقدید سکولاریسم خوبه و اون رو مفید میدونید و درست میدونید، با همون مبانی بحث بکنید. حالا اینکه مخاطب شما چه چیزی باور داره چه چیزی باور نداره، به نظر من فرع ماجراست. شما یعنی نمیشه، این یک تناقض جدیه، برای اینکه همچنان اون متن دینی رو مبنای قانونگذاری میدونه، فقط میگه که اون قانونی که قبلی در آورده خوب نیست، قانونی که ما داریم در میاریم بهتره، ولی اصل مبنا زیر سوال نمیره و تا اون اصل زیر سوال نره همیشه این خطر وجود داره که عده‌ای با قرائت‌های بد بیان و در واقع همان کنند که جمهوری اسلامی کرد. از این زاویه یا حالا در هر جای دیگه، از این زاویه یعنی انتظار من به طور طبیعی اینه، شما وقتی در هر چیزی در زندگی خودتون به یک نتیجه میرسید یا به این پی میبرید که استفاده از فلان وسیله یا فلان راه بهتره، همون رو پیش میگیرید، در دست میگیرید، نمیرید سراغ روش قبلی که مخاطراتش بیشتر بود. برای همین اگر شما میخواید، شما هم اعتقاد دارید که آینده باید یک آینده سکولار و دموکراتیک باشه، این در واقع راه تمرین کردنش و زمان تمرین کردنش همین الانه، نه اینکه ما همچنان به مبنایی بودن و مبنای قانونگذاری بودن دین پایبند باشیم، فقط تفسیر قبلی رو بخوایم رد بکنیم و تفسیر دیگری رو جایگزین اون بکنیم. این با اون ذاتی که یعنی با ذات سکولاریسمی که شما در پی استقرارش هستید و به این نتیجه رسیدید که درسته، همخوان نیست. مثل همون استدلال معروفیه که دیکتاتورها میکنن که بله دموکراسی خوبه، آزادی خوبه، ولی خب هنوز این ملت لیاقتش رو ندارن، بذارید یکم وضعمون بهتر بشه، یکمی اوضاع بهتر بشه، چشم، آزادی و دموکراسی هم میدیم. آزادی و دموکراسی رو باید از همون ابتدا تمرین کرد تا آموختش، جز با زیستنش تحقق پیدا نمیکنه. سکولاریسم هم جز با عمل کردن بهش و جز با تحقق بخشیدن به اون هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد، وگرنه قرنها میشه نشست و در این مورد صحبت کرد که ما دینداران رو متقاعد بکنیم که این آموزه ها با مبانی دینی اختلافی نداره و چون اختلافی نداره پس دیگه مشکلی نیست، بریم و انجامش بدیم. این دوتا با هم ناسازگارن. برای این همین من تعجب کردم و این انتقاد رو گفتم. اگر شما نمی گفتید که شما هم معتقد هستید به یک حکومت سکولار که در باقی مواردش ما هم اتفاق نظر داریم، یعنی به هیچ عنوان بحث دین ستیزی نیست، به هیچ عنوان، هر کسی دین خودش رو داره، محترمه، مادامی که عقاید او شکل زندگی من رو چه در جنبه فردیش چه در جنبه جمعیش تعیین نکنه. اگر این رو ما امروز انجام ندیم، فردا هم نخواهیم توانست. عرض من فقط همین بود، یعنی اگر شما سکولاریسم رو مفید میدونید، به نظر من در دفاع از سکولاریسم لازم نیست که به متون دینی ارجاع بدیم. سکولاریسم میتونه از خودش دفاع بکنه، خودش رو توضیح بده، با عقل انسانی هم توضیح بده،
یک انسان دیندار هم عقل داره. شما هم دیندار هستید، سکولاریسم رو پذیرفتید و به فوایدش پی بردید و این رو هم با متون دینی بهش پی نبردید. از هیچ جای متون دینی سکولاریسم، این دموکراسی، اینها بیرون نمیاد، برای اینکه اینا مفاهیم جدیدی هستن که بشریت تازه به اینها رسیده. در گذشته اینها رو نفهمیده بود، نتونسته بود ابداع بکنه و تمرین بکنه. برای خیلی خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود و خیلی متشکرم آقای نصیری از شما و آقای سرکوی. آقای دکتر قاضی دارم، ولی من فقط به حساب این که با آقای برزیه بگم، من نه ساکت نیستم، دارم گوش میدم، ماکرو باز کردم، وگرنه نمیدونم آقای میخواید اون پرسش از من هم بپرسید، پرسش از همه میخواییم بپرسیم یا از آقای برزیه پرسید. پرسش پنل سوم هست. بله، خوشحال میشم که با شما شروع بکنیم. کوتاه میپرسم، از چه راهایی میشود جلوی خشونت ها رو گرفت؟ والا اگر راستش رو بخواید، مادامی که جمهوری اسلامی سر کار هست، این ماجرا به نظر من ادامه داره، برای اینکه تا الانش هم بعد از یک سال اعتراضاتی که از شهریور گذشته انجام گرفته، نه رسما و نه عملا جمهوری اسلامی نپذیرفته که با حجاب اختیاری کنار بیاد. به نظر من دلیلی هم نداره کنار بیاد، بنابر ماهیت یا شکل حکومتی که داره و اون ساختاری که برای حکومت کردن در نظر گرفته که متکیست بر یه اقلیت و باید این اقلیت رو پای خودش نگه داره از یک طرف و از طرف دیگه نگذاره مخالفانش بسیج بشن. برای هر دو اینا نیاز داره که به مسئله حجاب کماکان گیر بده به اصطلاح و سعی کنه این سرکوب رو ادامه بده. بنابراین ما همونطور که در گذشته شاهد این خشونت بودیم، در آینده هم با وجود جمهوری اسلامی شاهد این خشونت خواهیم بود. منتها ممکنه بگیم برای اینکه از این خشونت در بریم و جمهوری اسلامی نباشه، راه درازی در پیشه. خب ممکنه همینطور باشه. بنابراین اگر اون راه حل بنیادی رو کنار بذاریم، میمونه راه حل‌های تاکتیکی و روزمره. چون به هر حال بخواهیم یا نخواهیم، مادام که جمهوری اسلامی بر سر کاره، این جنگ و نزاع دائمی در بین زنان به ویژه و حکومت و حامیانش در جریان خواهد بود. بنابراین عده زیادی رنج خواهند برد. مسئله اینه که چطور میشه این رنج رو کمتر کرد و این بازی دامنه دار رو یه گام جلوتر برد و به سر خطوط جبهه رو یه مقدار جلوتر برد. این کاریست که خب تو این مدت ها زنان کردن و اگر تو این 40 سال نگاه بکنیم، خیلی 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 جلو رفته. اونتا تا فتح آخرین سنگرها به اصطلاح فاصله ای هستند. من فکر می‌کنم چند تا کار میشه کرد. یکی این که ما وقتی بیرون میریم، به ویژه زنان، از نظر ذهنی آماده باشن و حتی از نظر جسمی، یعنی میدونن و بهتره که همیشه با خودشون یادآور بشن که ما با چه وضعی روبرو خواهیم شد. یعنی هم آمر به معروف و ناهی از منکر ممکنه جلوی ما سد بشه، هم ممکنه که یه مأمور رسمی این کار رو بخواد بکنه. بنابراین ما باید آماده باشیم برای روبرو شدن با این موقعیت. این چند تا سلاح رو در اختیار ما میگذاره. یکی سلاح‌های قانونی. خب میدونید که حقوقدانا در این زمینه حرفای مختلفی زدن و گفتن که چه چیزهای جزء حقوقتونه و لزومی نداره که از حقوق خودتون کوتاه بیاید. مثلا اینکه اصلا به مأمور بگید من حقوق قانونی خودم میدونم، اگر اون مأمور مأمور رسمی هست، و اینکه فرض بکنید اون حق نداره که بدن شما رو لمس کنه، اون حق نداره که از شما فیلم و عکس بگیره و چیزای از این دست، که خب اگر مراجعه کنن به فرض کنید مثلا سایت دادوان، میتونن اینا رو ببینن و خواهند دید که اونجا چه پیشنهاداتی کردن حقوقدانان برای اینکه افراد بتونن حقوق خودشون رو در قبال این ماموران نگه دارن. در مورد آمران به معروف و ناهی از منکر هم خیلی مهمه. حالا غیر از اینکه توصیه میکنن همه که سعی کنید درگیر نشید، توهین نکنید و وارد درگیری فیزیکی نشین، چون اونا سعی میکنن شما رو به این راه بکشونن و از این راه یک مثلا هزینه روانی، مالی، حقوقی اضافه هم بر شما تحمیل بکنن. غیر از این که نباید این کار کرد، باید بدونیم چجوری میشه اونا رو خل اصلاح کرد. به عنوان مثال میگم،
اگر کسی به عنوان نهی از منکر داره این کارو میکنه، خب ما میدونیم از لحاظ دینی نهی از منکر فقط وقتی واجبه که طرف احتمال اثر بده. اگر احتمال اثر نده وجوبش اصلا برش ساقط میشه. بنابراین اگر شما بگید آقا بی خود وقت خودتو تلف نکن، من روم اثر نداره، بنابراین اگر شما داری به حساب وظیفه دینی میکنی بدون که رو من اثر نداره شما کارتو انجام دادی. یا در مورد اینکه تالی فاسد نداشته باشه، خب شما که داری این حرف رو من میزنی، من 100 سال سیا دیگه حجاب حاضر نیستم سرم بکنم، بنابراین تالی فاسد حرف شما بیشتر از من. تالی فاسد داشتن هم یکی از چیزهاییست که وجوب امر معروف و نهی از منکر رو ساقط میکنه از نهی از منکر. بنابراین چیزهای از این دست امکانات تدافعی است که بدون درگیری، بدون توهین میشه روبروی اونا ایستاد. منظورم این نیست که لزوما این موفقیت آمیزه ها، منظورم اینه که اینا سلاحایی هستن که فعلا توی این نبرد میشه ازش استفاده کرد برای اینکه کمتر صدمه دید، کمتر رنج کشید. بله ما میدونیم که این وضعیت با ما همراهی. حالا غیر از این آمادگی ذهنی و آمادگی جسمی که اون هم لازم هست که آدم بتونه با صلابت حرف بزنه، محکم بیسته، عقب نره، چیزای دیگه هم هست. مثلا این که تا جایی که میشه بتونیم چند نفره بریم، این چند نفره رفتن خیلی کمک میکنه. یا این که تو گروه های جدا جدا دو نفره دو نفره ولی با فاصله از هم دیگه بریم که امکان حمایت وجود داشته باشه، چون معمولا وقتی دور طرف شلوغ میشه بقیه هم بریزن یا یه عده کارهای مختلف بخوام بکنن در اطراف اون کسی که مزاحم شده، اون وقت اون ممکنه در موقعیت مغلوب قرار بگیره. یکی دیگه اینه که اگر حالا نمیتونیم به صورت گروهی بریم، لااقل یه همراهی داشته باشیم. اگر این همراه یه مردم باشه شاید مفید باشه، یا همراهی باشه که با حجاب باشه اونم میتونه مفید باشه گاهی اوقات تو این زمینه، اونم خیلی کمک میکنه. علاوه بر اجتماعی هم به نظر من فوق العاده مفیده که زنای با حجاب و بی حجاب با هم بتونن بیرون برن. این بعضی تصویرها رو در جامعه ما عوض میکنه و باعث میشه خود اون افراد که مزاحم میشن برای این منظورم با یه تصاویر جدیدی روبرو بشن که اونها رو یه ذره ممکنه سست کنه. اینا حداقل چیزاییست که به نظر من میشه در این مواقع کرد برای اینکه اندازه صدمه یا رنجی رو که ما ممکنه در حال حاضر ببینیم کاهش بده. دفعه پیش یا دو دفعه پیش بود که من آمار خوندم براتون که چیزی حدود 80 اندی درصد از زنان وقتی بدون حجاب میرن بیرون نگران هستن، و این نشون میده که اندازه نگرانی برای زنانی که این تجربه رو دارن انجام میدن چقدر زیاده و چاره نیست جز این که با این نگرانی یه جوری کنار بیاییم، و بنابراین باید یه سری ابزارهای دفاعی داشته باشیم تا وقتی که اون راه حلهای بنیادی دور از دسترس به نظر میرسه. اینا چیزایی بود که مشخصا به نظر من میرسید. ممنون. بله سپاس از شما. ممنون. بانو مونا اگر شما رو داشته باشیم شما رو بشنویم. نسترن جا خانم حدیثی الان مایک نداره. اوکی مرسی. آقای نصیری عزیز. بله عرض کنم که من واقعا این پروژه حجاب اجباری خیلی نافرجام میدونم و حتما به نتیجه نمیرسه. من همین پنجشنبه گذشته مسیر میدان ولیعصر تا میرداماد کاری داشتم، رفتم و برگشتم، با مترو رفتم. خیلی فضا عادی بود، خانوم ها اونایی که بیهجاب بودن در سالن های مترو، در خود واگن ها. بعضی جا دیدم که مثلا یه خانوم اونجا ایستاده تذکر میده و تذکرام عادی بود اغلب، یعنی یکی دو مورد که دیدم، چون نگرانن از تذکری که منجر به یه ستیزه بشه، رسانه‌ای بشه، خیلی از این جهت وحشت دارن خوشبختانه. تذکر میدادن و یا اعتنا نمیکردن، یا اگر اعتنا میکرد بعد که رد میشد میرفتیم اون فضا باز حجابش برمیداشت. میخوام بگم که خیلی پروژه نافرجامیه و هیچ به نتیجه نمیرسه جز اینکه خب میزان در واقع عصبانیت مردم و دوری مردم و شکاف مردم با نظام تشدید میکنه، حتما به ضررشون هست.
حالا البته یه سری مصائب بر بعضی از خانواده ها تحمیل میشه اینجا که حالا مثلا نمونه اخیرش این بانو آرمیتای ما داشتیم، ولی در مجموع به نظرم روند داره عادی میشه. خیلی از شهرستانهای کوچک این مسئله هست، بردی و موفقیتی برای نظام تو اینجا نیست. حالا خانوها هم باید توصیه به احتیاط بشن، هم در جاش توصیه به شجاعت و ایستادگی و عقب نشینی نکردن باید بشن. خلاصه من فکر میکنم که باید این میوه در واقع حاکمیت استبدادی چه بگم گندیدگیش باید به تمامیت برسه، یعنی به جایی برسه که دیگه مدافع معرفتی براش نمانه. حالا ممکنه کسانی همچنان از سر منفعتشون وایستن و دفاع کنن. تحولات جامعه ایران به این سمت میره و من به شدت موافقم که تعجیل نکنیم. ما 2-3 سال زمان برای ما خیلی مهمه، برای روشنگری ها، برای تحولات، برای آمادگی، برای شرایط عبور از جمهوری اسلامی زمان به نظر من لازم هست. بعضی ها شتاب میکنن، تعجیل میکنن از اینکه چرا فلان جنبش به نتیجه نرسید، اون جنبش نتایج بسیار مهمی داشت ولی فرنست مثلا فرض کنید که دست به یک تغییر نظام بزنه. خب آمادگی این طرف، اپوزیسیون، بدیل کجا بود، چی بود، مردم به کی مراجعه کنن؟ من از یه زاویه‌ای در واقع منفعل بودن مردم و به خصوص قشر خاکستری را و نیامدنشون به خیابون از یه زاویه خیلی خردمندانه میدونم. فکر میکنم مردم یه فهم فطری عقلانی از اینا دارن و نمیان، چون میگه که خب جایگزین کو، طرح کو، برنامه کو، اپوزیسیون کو، او هنوز محقق نشده ولی معتقدم ما به اون سمت داریم حرکت میکنیم، زمان به نظر من به کمک ما میاد. فضای مجازی ابزار بسیار مهمی است، خیلی مهمه. من شاید به خاطر اینکه خودم رسانه‌ای هستم اهمیتش مثلا رسانه‌ای یا بیش از غیر رسانه‌ای میفهمن. امروز یک کانال تلگرامی میتونه به اندازه 4 تا روزنامه که صدها میلیون هزینش میشه، اما این کانال تلگرامی ممکنه هیچ هزینه‌ای نداشته باشه، میتونه تاثیرگذار باشه و حرفش به مخاطبان خودش برسانه، یا یه پیج اینستاگرامی. خب این امکانم که تو جامعه ما هست با همه تزییقات و فیلترینگ و این قصه ها، این مسئله داره پیش میره، روشنگری میشه. در صورت من روند امور به نفع مردم میدونم، به نفع زنان میدونم، به نفع جامعه میدونم. یه مقدار شتاب نباید کنیم و صبر و تحمل انشالله. و به نظر من دیرینه نمیپایه، نمیخوام غیبگویی و پیشگویی کنم، اما حسم و تحلیلم اینه که اون تحولات اساسی دیری نخواهد پایید و برخلاف آنچه که حالا دوست عزیزم جناب آقای حائری راجع به انقلاب نفی کردن، خب اساسا انقلاب به قول طلبگی از مقوله فعل نیست، از مقوله انفعال خیلی شاید. یعنی انقلاب چیزی نیست که شما ایجاد میکنه. نمیخوام بگم کنش های آگاهانه در بروز انقلاب تأثیر نداره، اما خیلی از انقلابات یک واکنش قطعی و قهری است که یه جامعه در مقابل ریست. حتما نیاز به یه تحول اساسی داره، نیاز به یک انقلاب داره. و جمله آخرم این که این مدل انقلاب از مقوله سال 57 نیست و لزومی هم نداره که مردم یک سال مرتب بیان در خیابان‌ها حضور پیدا کنن. ما تحلیلمون تحلیل خودبراندازی آقایونه، تحلیل فروپاشی قهری است. به کسی هم اتهام براندازی نزنن، شما خودتون دارید براندازی میکنید، خودتون به سمت فروپاشی میرید. اون لحظه لازم به نظر من مردم حضور پیدا میکنن و میتونن در واقع تأثیر نهایی بزنن.
سپاس، ممنون. آقای سرکوهی عزیز، شما رو میشنویم. آقای سرکوهی، شما رو نداریم. ببخشید، من هستم، ولی میشه یه نفر دیگه صحبت کنه یا دو نفر دیگه بعد من صحبت کنم. آقای برزگر. بله. بله، چشم. عرض شدم خدمتتون که نکته خیلی زیادی باقی نموند، هم آقای قاضیان هم آقای نصیری گفتن. من یک چیزی رو حالا جدا از اون نکات عملی که گفته شد فکر میکنم یک چیزی باید ما آگاه باشیم و حساس باشیم. ببینید، جنگی که در واقع ما درگیرش هستیم، نبردی که درگیرش هستیم، صد و اندی ساله که شروع شده. حالا به عبارتی شاید از جنگ‌های ایران و روس و شکست ایران و تحمیل اون دو قرارداد ترکمنچای و گلستان که هنوز در خاطره جمعی ما خیلی خیلی زنده است و همون پرسشی که عباس میرزا پرسید و بعدها در دوران منورالفکرها به هر حال پاسخ‌هایی داده شد و خیلی زود هم به بار نشست در انقلاب مشروطیت. از همونجا صفبندی ها هم مشخص بوده که چه گروه‌هایی در واقع خواستار تداوم همون وضعیتی هستند که ایران قرن‌ها از سر گذرونده و چه کسانی به دنبال تغییر و تحول این شرایط هستن. به نظر من مجموعی اون چیزهایی که باعث شده که ما با یک انسان ایرانی قرن دوازدهم در تا قرن دوازدهم سیزدهم در ایران متفاوت بشیم، ما از اون رعیت، از اون انسان بیشکل خارج بشیم، به شهروندی برسیم، برای فردیت و هویت خودمون احترام قائل باشیم و برای خودمون حقوق قائل باشیم، در این حال که میدونیم شهروندی فقط داشتن حقوق نیست، بلکه بیش و به همون اندازه حداقل به معنای داشتن وظایفی هم هست. یعنی شما باید اون وظایف رو به جا بیارید تا بتونید از اون حقوق برخوردار بشید. این باید همیشه تو ذهن ما باشه. همین چیزهایی که در طول این صد و اندی سال به سختی، با دشواری، با خونهای فراوان، با زندان و داغ و درفش و همه این مصیبت‌ها از همون آغاز تا امروز به دست اومده رو من فکر می‌کنم همه اونها تک تک مهم هستن که حفظ کنیم. نبرد حقوقی کاملا ضرورت داره. اینکه نهادهای مثل کانون وکلای دادگستری فعال باشن، یعنی مدام به یاد خودمون و به یاد همین حکومتی که نفی و انکار قانونه بیاوریم که چیزی به نام قانون وجود داره و ما چیزی به نام قانون در معنای واقعیش، نه قانون مجازات اسلامی، نه اینکه بر به احکام فقهی قرنها پیش لفظ مدرن قانون بدیم، بگیم خب قانون میخواید، این هم قانون. نه، این قانون نیست، قانون در معنای متعارفش. و همه اون چیزهایی، نهادهایی که ساخته شده، حق داشتن رسانه در معنای واقعی کلمه، و اگر این رسانه ها رو حکومت مثل همه دیگر حوزه های عمومی اشغال کرده، غصب کرده، از رادیو تلویزیون گرفته تا روزنامه ها تا سایت های اینترنتی، همونطور که آقای نصیری گفتن، شبکه های اجتماعی رو نتونسته و نمیتونه قبض کنه. یعنی ما امروز بیش از هر زمان دیگری، بیش از نسل‌های خودمون، هم تعدادمون بیشتره و هم امکاناتمون بیشتره برای این تلاشی که پدران و مادران ما از صد و اندی سال پیش شروع کردن و همه ما باید بیاد بیاریم که کاری که اونها شروع کردن به مراتب دشوارتر از ما بود. زمانی که رشدی مدرسه ساخت، کارش خیلی خیلی سخت‌تر از ما بود. بنابراین فکر می‌کنم در ذهنمون باید این باشه که خیلی مهمه که در واقع مقاومتی که می‌خوایم بکنیم، چرا این مقاومت، علتش چیه، در کدوم مسیر قرار پیش بره.
در این مسیر به نظر من این به ما اون انگیزه کافی رو هم میده. در مورد راه‌های عملی هم و کار چیزهای دیگه هم که دوستان توضیح دادن، ولی فکر میکنم این ذهنیت خوبه که ما همیشه بهش حساس باشیم. حساس باشیم، اجازه ندیم جمهوری اسلامی اون چیزی رو که میخواد تحقق ببخشه، یعنی ما رو به دوران پیش از مشروطیت برگردونه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما جمشید خان عزیز، سپاسگزارم. من یه سوال از آقای قاضیان داشتم اگه ممکنه. آقای قاضیان خیلی عذرخواهی میکنم، شما شاید صحبت آخرتونم ارائه دادید، ولی یک سوال هست اگر که امکان پاسخگویی داشته باشید برای حالا به قول آقای نصیری حسن ختام این رو هم پاسخ بگید قبل از اینکه آقای سرکویی رو بشنویم ممنون میشم. اینکه شما از راهکارها گفتید، ولی اگر ممکنه در مورد همین راهکارها از نقش آقایون هم بگید. اینکه به نظر میاد ما توی جامعهمون این ضعف دیده میشه که آقایون آنطور که باید شاید حمایتی نمی کنن. مثلا به عنوان مثال، حالا امیدوارم به آقایون همه بر نخوره، به عنوان مثال وقتی که این خانم پزشکی که در آمل رفت که جایزه شد دریافت بکنه و بدون روسری رفت، بعد دیدیم که خب تهدیدش کردن، وادارش کردن که بیاد عذرخواهی بکنه و به نوعی این خانم در خودش شکست. اصلا خب خیلی حس بدیه دیگه، شما به خاطر اون کارت، به خاطر اینکه کارت رو از دست ندی مجبورت بکنن که بخوای بیای عذرخواهی بکنی جلوی دوربین و حالا همگانی. ولی اونجا وقتی که این اتفاق افتاد تمام اون اساتید دانشگاه بودن، همکارای این خانم بودن، منظورم آقایونن، ولی هیچ کسی از این خانم هیچ گونه حمایتی نکرد، حتی بعد از این اتفاق آنچنان که باید، یعنی پشت این خانم در نیومدن. یا وقتی حتی خانم بسمقی روسریش رو برداشت و وقتی حتی این اتفاق برای خانم بسمقی افتاد که اینجوری مورد ضرب و شتم قرارش دادن، از بین کسانی که هم رشته و همکار خانم بسمقی بودن آنچنان شنیده نشد از بین آقایون که بخوان کسی بیاد و دفاع کنه از خانم بسمقی، اون طوری که تو دید بیاد منظورمه. حالا به نظر شما اگه به عنوان یک راهکار این چقدر مؤثر میدونین حمایت آقایون رو و این ضعفی که الان واقعا دیده میشه و مشهوده که از لحاظ اون مدنی و همبستگی های اجتماعی انگار نیست، اگه در این مورد پاسخی هرچند کوتاه بدید ممنون میشم. بذارید من یه اعتراف بکنم تو این فرصتی که خانم نصران سوال رو از آقای برزگر پرسیدن، من حد زدم که ممکنه که این سوال از منم بخوان بپرسن. رفتم و نسخه حرفایی رو که در این مورد زده بودم 7-8 ماه پیش تو همین اتاق اونو آوردم ببینم که چی باید جواب بدم. بنابراین در واقع تقلب کردم و این جواب رو از اونجا خوندم و یکی از اون جواب ها اتفاقا در مورد نقش آقایون بود که اون زمان نوشته بودم که خب باید جبهه رو وسیع کرد و سر ماموران شلوغ بشه، حالا چه ماموران رسمی چه غیر رسمی. و اون موقع بحث این بود که اگر مردم شلوارک بپوشن با توجه به وضعیت، بنابراین یک کار جدیدی برای مامورا درست میشه، بنابراین نیروشون پخش میشه، درنش مزاحمت کمتر میشه. خب این الاس تاکتیکی درسته، هنوزم درست، ولی چون دیگه میخواستم خیلی خلاصه بکنم و اینم امروزه با توجه به سردی هوا ممکنه مقدور نباشه، ازش فاکتور گرفتم. ولی واقعا یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که مردا هم خب طبیعتا اگر میخوان از این ماجرا حمایتی بکنن، که صرف نظر از اینکه اصلا مدافع زنا باشن یا نه، برای حقوق خودشون در واقع ناچار دفاع کنن، چون این ماجرا ته نداره. امروز سر زنا میاد، فردا یه جور دیگه سر مردا خواهد اومد اگر جمهوری اسلامی بتونه در این زمینه پیشرفت کنه. بنابراین اونا برای اینکه از سنگر خودشون هم عقب نشینن لازمه که دست کم توی این سنگر همراه باشن با زنا. در نتیجه اونا هم باید برای این مامورا کار بتراشن تا نیروشون پخش بشه، حالا هر جوری که هر موقعیت محلی اقتضا میکنه اونا میتونن کار بتراشن. ولی در مورد مثال هایی که شما زدید به نظرم باید با توجه به موقعیت
هم تحلیل کرد وضعیت رو، هم نتیجه گرفت، هم راهکار نشون داد. چون مثلا فرض کنید در یک جمع پزشک مشخص که معلوم مال کجا هستن، اسم مشخصات دارن، منافع مادی خیلی مشخصی وجود داره. اونجا مخالفت دیگران ممکنه منافع مادیشون رو به خطر بندازه. بنابراین توی اون شناس بودن آدم ها احتمال به اصطلاح همراهی اندکه، چون فضا هم خوابیده و دیگه توی موقعیتی نیستن که همراهی منجر به نتیجه بشه یا اینکه اندازه مجازات رو کم بکن. چون وقتی فضا شلوغه و شما تو همین جمع ممکنه که مردان بلندشن شلوغ بکنن یا دفاع بکنن، دیگه اون ماموران امنیتی و اطلاعاتی انقدر سرشون شلوغه که ممکن اصلا به اینجا نرسن. کمون که دیدین از این اتفاقات تو جریان موقعی که خیابونا شلوغ بود میافتاد و اتفاق خاصی هم بر اون آدم رخ نمیداد، چون انقدر سر اونا جای دیگه شلوغ بود که به اینجا نمیرسیدن. ولی امروزه که فضا خلوته، اونا هم حساب میکنن که خب اینجا حساب ما رو میرسن و ما رو از نون خوردن میندازن، ممکنه اونا نخوان توی اون موقعیت دخالتی بکنن. اما تو موقعیت های عمومی که حالت ناشناس وجود داره این امکان هست. مثلا با دوره کردن مامورا، با شلوغ کردن فضا، با درد دادن اون آدم، فاصله انداختن بین مامور و زنی که مورد تعرض قرار میگیره، میتونن از این کارا بکنن. خب این خیلی به اون لحظه، موقعیت، تعداد آدم ها و مسائل خاص اون لحظه بستگی داره. مهم اینه که از قبل چنین ایده‌ای داشته باشن که ایده مداخله گرانه توی این وضعیت که بتونن مداخله کنن. چیزی که اینجا احتمال وقوع این رو گاهی اوقات کم میکنه اینه که ما نمیدونیم با کی طرفیم. یعنی من اگر دخالت کنم آیا بقیه با من همراهی میکنن یا من تک میافتم و همه هزینه رو من باید تحمل کنم؟ این چیزیست که خیلی اوقات با وجود این که ممکنه به طور بالقوه اگر 50 نفر آدم هستن 40 نفرشون مخالف این وضعیت باشن، ولی اونا رو از وارد شدن در معرکه باز میداره، چون مطمئن نیستن که اگر من بکنم آیا اون 39 نفر بقیه هم میان، 30 تاشون میان، 20 تاشون میان که این کار رو بکنن. که این خب برمیگرده به همون موضوعی که بارها در موردش صحبت کردیم، اینی که بین ماها اعتماد عمومی ضعیف شده. ما نمیدونیم اون یکی کیه، آیا همراهی میکنه، مثل من داره فکر میکنه یا نه، نکنه از اون سمت باشه، یا اگر با من هست ممکن اصلا نیاد یا بگه به من چه. این چیزایی که اشتراکات بین ما کم کرده، احتمال یا شانس یا بهتر بگم بخت عمل جمعی رو هم کم کرده. اینم یکی از مسائلی است که ما باش مواجه هستیم. ولی به هر حال اگر کسانی به ویژه مردان با این فکر میتونن کنار بیان که اگر ما همراهی نکنیم با زنان، این شطور در خونه ما هم میخوابه با قدرت بیشتری، حالا ممکنه کمتر ولی فردا بیشتر اگر اون سنگر به اصطلاح فتح بشه، بنابراین میارزه که ما هم دخالتی بکنیم. اگر با این ایده میخوان زندگی بکنن، اون وقت راههایی از این قبیل که صحبت شد ممکن در موقعیت‌های پیش بیاد که با مداخله گری خودشون بتونن زنان دفاع کنن، که در واقع یک نوع دفاع از خودشون هم هست. این کلیاتی است که من میتونم بگم، ولی طبیعی است که در موقعیت‌های خاص باید تصمیمات خاص گرفت که اون موقعیت‌های محلی اقتضا می‌کنه، نمیشه از الان فرمول خاصی براش داد. متشکرم قربان و ببخشید که من سوال اضافه رو از شما پرسیدم. جناب سرکوهی عزیز، اگر که امکان صحبت دارید شما رو بشنویم. بله من الان میتونم صحبت کنم. خیلی ممنون صدای من میاد. بله. آره من خواستم حرفی ندارم که اضافه کنم به حرف دوستان. گفتن آقای بازگر، آقای قاضیان، دیگران، آقای نصیری. فقط یک نکته بگم، چون سوال شما در واقع دو بخش داره، یا میشه دو نوع تفسیر ازش کرد. حالا شما متن مقدس نیستین، ولی خب از هر متنی میشه تفسیرهای متفاوت را داد. یکی بخش این به اصطلاح گفتی در مورد درگیری در حجاب هست، که خب هم آقای نصیری هم به خوبی گفتن، الان واقعا دیگه پروژه طرح حجاب اجباری عملا در جامعه شکست خورده و ما میبینیم که ما که در ایران نیستیم، ولی هم خبر میشیم، بالاخره فامیل داریم، دوست داریم، نمیدونم فلان، و هم فیلم ها و عکس ها نشون میده که این نافرمانی مدنی رایج شده و این خیلی خوبه. یعنی وقتی جامعه در یک نافرمانی مدنی یا حالا بخش مهمی از جامعه موفق بشه،
امیدوار خواهد شد که در نافرمانی های مدنی دیگر هم موفق میشه، چون یکی از شیوه های استبداد این است که هر نوع نافرمانی مدنی رو حتی خیلی کوچک سرکوب کنه تا مبادا جامعه به خودش امیدوار بشه، به نیروی خودش پی ببره و به اصطلاح این که نافرمان مدنی چقدر میتونه اونو جلو ببره. این رخ داده در زمینه حجاب، در عرصه حجاب البته در جامعه ما، و باید گسترش هم پیدا کنه و سختی برانگیز هم هست. چون میخوام یه اما بگم، تاکید میکنم بر این صفات. از طرف دیگه خب این در مسئله حجاب هست. در مسئله مسائل دیگر البته من یه نکته بگم، واقعا من معتقد هستم خانم دکتری که شما گفتین یه لغتی به کار بردین که شکسته شده یه همچیزی، نه، این مصاحبه های اجباری دیگه توی این مملکت تقش در آمده. واقعا یه زمانی بود بله اینطور بود که رهبران دو در شکنجه دادن، مصاحبه اجباری شد، نشان دهنده جامعه اونو تعبیر کرد به شکسته شدن آدم ها. ولی لااقل از اون نامه من به بعد دیگه جامعه این تعبیر رو نکرد. اتفاقا هر مصاحبه اجباری برعکس شد، یعنی رژیم میخواست که جامعه تعبیر بکنه به شکستن آدم ها. رژیم میخواد که با این مصاحبه اجباری و تحمیلی بگه که ببین شما رو میشکنم، من توانایی شکستن شما رو دارم. یه زمانی هم این شیوه بسیار موفق بود، گفتم هم اوایل دهه 60 و اینا، اما بعدتر که مثلا خود نامه معروف منم جزء همین بود، جامعه تعبیر دیگری کرد. جامعه تعبیر نکرد به شکستن آدم ها، جامعه تعبیر کرد که هر مصاحبه اجباری دلیل شکنجه است، حالا چه روحی چه جسمی. و این من تلفن من چه مشکلی داره، صدای عجب غریب بینه. بنابراین مثلا من این مصاحبه این خانم رو دیدم یا مصاحبه که بینه، اصلا به شکستن تعبیر نمی کنه، جامعه هم به شکستن تعبیر نمی کنه. نظام ارضی جامعه دیگرگون شده. حالا ببخشید اینو واقعا باید میگفتم، اما در واقع هر مصاحبه اجباری الان جامعه تعبیر میکنه به ترس حکومت. میگم جامعه یعنی بخش مهم جامعه. حالا برمیگردم به سوال شما. در عرصه حجاب خب این نافرمانی مدنی که بسیار موفق هم هستش، طبیعتا اگر با نافرمانی مدنی مردها هم را بشه، طبیعتا اگر تعداد بیشتری زن به اون بپیوندن، حالا چه زن دین باور چه غیر دین باور مهم نیست، چون شما میتونید دین باور باشین به حجاب هم معتقد باشین ولی به حجاب اجباری معتقد نباشین، این دوتا بحث متفاوت هست. لذا این خیلی خوب هست. در وجوه دیگر اگر بخوایم نگاه بکنیم، خشونت علیه زنان، تبعیض علیه زنان، خب فقط حجاب نیست، بارزترین شکلیش که حکومت اعمال میکنه حجابه. ما که دیگه خودمون میدونیم که در جامعه در خانواده به زنها تبعیض میشه، پدرها برادرها نمیدونم اینها، این تبدایی‌ها عموها همه تبعیض رو روا می‌دارن. برخی از زنان خودشون بر خودشون در جامعه رو میگم، وقتی جامعه شناسی نگاه کنی به بافت خانواده تبعیض روا می‌دارن. بعد این که از فرهنگ جامعه میاد، حالا دین میاد، از فرهنگ میاد، از هزار تا چیز میاد. لذا این نیازمند به یک مبارزه بسیار دراز مدت داره، یعنی که با این بجنگن همه ما ها، هم در شیوه زیستمون و هم در ارتقاء فرهنگی. بعد یعنی همه اینا باید دست به دست هم بده، هیچ کنونش به تنهایی کافی نیست، اینا رو هم دیگر تکمیل میکنن. یا مثلا فضای مجازی که آقای نصیریان اشاره کردن، البته من زیاد معتقد نیستم به نقش فضای مجازی متاسفانه، اینم خوبه باز بالاخره حد اقلی صد سانسور رو شکسته، آدم ها میتونن با هم حرف بزنن بدون سانسور. نمیدونم به قولیشون یک نفر میتونه بره یک کانال تلگرامی باز کنه بیرون از حوزه سانسور و تاثیرگذار باشه، اینا هم هست البته. اما اون چیزی که الان جامعه ما کم داره، اینهایی که هست و که دوستان گفتن و حتی چیزایی که حالا نگفتن، همه اینا هم لازمه، هم ضروریه، هم تحسین برانگیزه، همه اینا هست، اما چیزی کم هست اونجا. و اتفاقا و اگر اون به وقوع نپیونده، حالا نمیخوام خیلی ناامید کنم در بزنم، و یه زمانی در جامعه ایرانی مبارزه همراه بود با نهادسازی،
یعنی مثلا یادمون به همین مبارزه زنان بیفته، کمپین های گوناگون بود که نهاد می ساختن، نهاد های گوناگونی که بشون جامعه مدنی، در کارگرام همینجور بود، سندیکا سازی، اتحادیه سازی، مثلا کمپین 1,000,000 امضا نمیدم اینا، حالا هرچی. من فکر میکنم در این شروع خوبی شده بود، چون این برمیگردم که جمشید گفت پیوند زدن مبارزه با نهادسازی از دوره مشروطه و حدودا شروع شده و همیشه بوده. این میدونیم که مثلا همین کارگران ما که الان نهادی ندارن، شورای متحده کارگری در دهه 20 بزرگترین اتحادیه کارگری آسیا بود از نظر تعداد اعضا. یا مثلا شما به زنان نگاه کنین، از همون دوران مشروطه انجمنهای نسوان که دیال نمیخوان تاریخ بدیم، در این مبارزه که شروع شده و در ایران مدتی است که به دلیل سرکوب و دستگیری و زندان و اینها متأسفانه، و بخشش هم به دلیل فضای مجازی، بخشش هم به دلیل تک چهره سازی که اینا باز بخشش حاصل سرکوبه البته، اما بخشش هم به حاصل یه عوامل دیگه است که من نمیخوام اینجا بگم، یعنی میشه بحثش بعدن کرد. تلاش برای پیوند زدن مبارزه با نهادسازی کمرنگ شده، به خصوص که خب نهادسازی عواقب شدیدتری داره، یعنی وقتی شما عضو یک انجمن باشین یا سندیکا باشین یا نمیدونم کانون یا هر نهاد به هر حال باشین، خب شما رو دستگیر میکنن، مجازات خیلی شدیدتری بر شما اعمال میکنن، اینا دلالش من میفهمم، ولی بی این نمیشه. یعنی این مبارزه اگر انواع حتی نافرمانی مدنی عمومی اگر به نهادسازی منجر نشه، به اون به خیلی نتایج به دست میده، نمیخوام نفی کنم، ولی به اون بسیار بهای سنگینی که براش میدیم در حد نیستن اون نتایج. تحول فرهنگی البته خیلی مهمه در جامعه، تحول در نظام ارزشی خیلی مهمه، اینکه به اصطلاح این فرهنگ مردسالار ریشه‌دار در ما نظامش متحول بشه، مرد و زن به اصطلاح از قید اون در بیایم، این مهمترین زمینه است. این اما همین هم اگر بعداً تجلی نهادینه پیدا نکنه، یعنی هر اندیشه‌ای که مادیت نیابه و اندیشه اجتماعی در قالب فرد مادیت نمیابه، در قالب نهاد مادیت میابه، این الان در جامعه ما کمرنگ تر هست گرایش به اون، چون سخت تر هم هست، دراز خیلی خیلی سخت کوشی میخواد، یه آدم خاصی میخواد، کادرایی میخواد، خیلی کار سختی است. من کردم در عمرم قدیم ما در جنبش دانشجویی اینا، بسیار کار دشواری است، اما این باید بالاخره زمانی، اما متاسفانه فقط الان تنها دشواریش نیست که ما کمرنگش کرده، بلکه غیبتش از ذهنیت هستش. یعنی به نظر من همه کسانی که از انتها شکلهای مبارزه میگن و هم تو دوستان هم اینجا گفتن و تقسیم برانگیز هم مثلا اشکالش، باید یواش یواش برگردیم این رو هم بگیم که به رغم همه عواقب بسیار سختی که نهادسازی در استبداد داره، اگر در زمین تلاش نشه، حالا نمیگم ما شکست میخوریم یا از این حرف ها، ولی بالاخره این هم ضرورت کاره. من به یاد دارم زمانایی بوده که تشکیل یک گروه کتابخانی، خب آدم میدونست آدم میگیرن میکنن زندان، ولی یه عده بودن میرفتن این گروه های کتابخانی تشکیل میدن، میرفتن گروه های سیاسی تشکیل میدن، زندان هم میرفتن، اعدام هم میشدن. من نمیخوام کسی تشویق به این کارا بکنم، خودم آدم ترسوی هم اصولا، ولی این بخش اساسی یکی از بخش‌های مهمه مبارزه. بنابراین اگر ما تصویر رو کلی ببینیم، به نظر من همه این چیزایی که دوستان گفتن به درستی درست است، اما این هم باید بهش توجه بشه. خیلی ممنون و تشکر از شما و لطف کردیم. سپاس از شما جناب آقای سرکویی، سپاس از حضور جناب آقای نصیری. اگر شما هم نکته پایانی دارید بفرمایید، میشنویم شما رو.
بله اون بگه حرف آخر ما نبود که ما الان دیگه ادب حکم میکرد که باز هم بپرسم مطمئن بشم. بفهمید اگر نکته بله آقای نصیری خودتون میدونید که حرف آخر اصولا وجود نداره. همیشه بعد از حرف آخر. بله بسیار عرض کنم که من با دیدار نیوز اینجا مصاحبه داشتم و دیدم بعضی از دوستان، خانم نیکنام که با من مصاحبه میکرد، خب من اونجا گفتم که قصه جمهوری اسلامی به سر آمد و خلاصه ایشون اصرار کرد گفت خب حالا کی چقدر کار تمام میشه. گفتم غیبگویی و پیشگویی اینا که نمیشه تو عالم سیاست کرد. خیلی اصرار کرد، گفتم که حالا چون اصرار میکنی من میگم اگر این آقایون بتونن 5 سال دیگه بمونن معجزه کردن. حالا ببینید حدس و اونجا هم گفتم، الان هم که اشاره کردم، الان کسی یقه من اینجا نیاد اینجا بگیری که ما که کاری، ما حرف میزنیم فقط، ما میگیم خودتون دارید این روند میرید. حس و حدس من اینه و حالا ممکنه یکی بگی که فلانی نفوذیه میخواد مردم رو از انقلاب و از تلاش رو اینا باز داره، حالا یکی ممکنه اینجوری برداشت کنه. من خیلی از کارهای خوبی که آقای سرکوهی اشاره کرد، تشکل و بعضی از اینای حتما مفید میدونم، اگه کسی هم میتونه نهادسازی و مثلا از این کارها انجام بده حتما انجام بده. اما من میخوام عرض کنم که من رفتن این ورش تضمین میکنم با ما یه آدم، یه تحلیلگر. شما به مدل هایی مثل رومانی فکر کنید، مثل بهار عربی فکر کنید، ما مدلمون به نظر من حتی مدل آفریقای جنوبی و هند و اینا هم نیست، اون تلاش های طاقت فرسایی که گاندی و ماندلا اینا کشیدن. حالا فهم من اینه، چیزهای دفعی واقع میشه. همه نگرانی من راجع به اون لحظه است و بعد از اون لحظه. هر کسی میتونه نهادسازی برای بعد از اون درست کنه، هر کسی برای اون اندیشه ای داره. او خیلی مهمه. من اگرچه روند رو به کمال میبینم ولی جای نگرانی جدی وجود داره. این واگرایی شدید بین نیروها در داخل یا خارج، من اخیراً یک فایل تصویری در مسیر تهران به قم بودم، تو ماشین گوش دادم، یه جریانی داشت با یه جریان، حالا اسم نمیبرم ممکنه بشناسید، داشتم با هم دعوا و نزاع میکردن. من 1.5 ساعت گوش کردم، در مجموعه فحش هایی که توی این فایل دادن در عمرم از بچگی و غیر بچگی همه فحش هایی که شنیدم بزن رو اندازه 1.5 ساعت نمیشه. خب حالا البته نمیخوام بگم که همه اینجوری هن، ولی ما با مصائب و گرفتاری ها اینجوری مواجه هستیم. ما با نخبگانمون به نظر من فهم بسیاری از نخبگانمون فهمشون نقص داره برای اون مرحله، برای اون دوره. نگاه های کمالگرایانه، نگاه های ایدئال به قصه و فاصله گیری از واقع بینی، این یک مسئله است که باید براش اندیشیده بشه. هم بر اون طرف فکر کنیم. این ور الان فشارها بسیار شدیده، نباید انتظار داشت که آدم آب این فشارهای تحمل کنن. مثل آب خوردن طرف از کارش، از شغلش اخراج میکنن، مشکل زندگی براش ایجاد میکنن، خیلی هم نمیشه انتظار داشت. به همین خاطر من خیلی نیازی هم نمیبینم که فشار اومده باشه بیاریم به جامعه و وادار بشن به این که هزینه های هنگفتی بدن. همه دوستان بشینن برای بعد از اون مرحله فکر کنن. سپاسگزارم.